این یه دایره است توی این دایره پزشکان نشستن دکتورا نشستن پزشکان متوجهید حالا کار ندارم که به ورزشی چی و از این صحبت ها. اینه پزشکان شما میری دکتر میگی که آقای دکتر من ببخشید بعد به پارابولان زدم با تست مثلا میکس سوستانون 250 یا اومنادرن 250 ولی یه سری عوارض برام پیش اومده این دکتره قیافش رو شما نگاه بکن اصلا نمیخواد بروز نمیده که نمیفهمی... نمیفهمه چی میگی اصلا قیافش رو نگاه کن نمیدونه پارابولان چیه نه اومنادرن چیه نه سوستانون 250 چیه اصلا تستی به اسم تست میکس همین بشر نمیشناسه یه تستسترون میشناسه اونم تستسترون انانتات داروخونه ایرانه و از این از این پزشکی که اینجاست انتظار داری بری به پیشش بگی که آقا من جینکوماستی دارم بعد برات ورداره چیز دیگه نسخه بکنه خب داشتیم دیگه مورد داشتیم رفته پیش دکتره گفته آقا نوکسینام باد کرده برداشته واسش نانرولون تجویز کرده حال کار ندارم الان انقدر دیگه گند قضیه رو در آوردی دکون وا کردن کلا بعد سرگردنه دکون زدن که آقا فقط ما نوکسینه عمل میکنیم مورد داشتیم گفتن آقا ایشون اصلا جرای فوقلاده جهانی پلاستیک در زمین نوکسینه و ممه زنه و مرد و این صحبت و خوشبختانه ما یه سایتی تو ایران داریم به اسم سایت سازمان نظام پزشکی هیچ کار سختی هم نیست شما وقتی پزشکی رفتید پیشش برگشت که آقا من پزشک جرای پلاستیک هم میری تو این سایت میزنید که آقا ایشون به اسم فامیلشو میزنید و میاره اونجا که ایشون پزشک عمومی یا پزشک متخصص جراحی عمومی هستن در حد دوخت و دوز بخیه و چه میدونم وصل پینن همه هم الان جراح پلاستیک شدن یا یارو وقتی میاد میگه جراح پلاستیک دماغم و میری سرچ میکنی داخل همون سایته میاره که آقایشون متخصص جراحی اینجیه گوشلق و بینیه اصلا ایشون تخصص جراحی پلاستیک نداره خواستم بگم اینا پزشکان خب حالا یه دونه از این دایره های اینجوری هم اینجا داریم اینا محمد کول جعفر بازوهان اینا کی هن؟ اینا محمد کول جعفر بازوهایی هستن که از 14 سالگی 15 سالگی این دیگه خسته شده این میارن پایین میرن باشگاه هالتر میزنن دنبل میزنن حالا اشتباه میزنن درست میزنن ایناشو کار ندارم چی کار میکنن بعد نسخه میدن نسخه میگیرن دارو میزنن دارو میفوشن اینا رو کاری ندارم ولی این هرچی باشه لاقل دنبل و هالتر رو فرقشون میشناسه میدونه دنبل چیه جلو بازو چیه پشت بازو چیه اینم در این حد بلده از این بپرسی که کبه چیه نمیفهمه از این از این میپرسیدی پارابولا چیه نمیفهمید این میدونه پارابولا چیه ولی نمیفهمه کبه چیه نهایت چیزی هم که الان یاد گرفته اینه که نگاه میکنم میگن آها آنزیمای کبدیت بالاست لیف 52 بخور خوب میشی کلا بله لیف 52 این محمد کول جعفر بازو بهتون میده بعد آنزیماتون هم میاد پایین ولی خب کبده سر جاش هست این کبده تخریبش سر جاش هست کاش که این جعفر بازو و محمد کول این لیف 52 هم یاد نمیگرفت اون موقع کمتر پیوند کبد تو ایران انجام میشد علایم رو از بین میبره بعد کبد خودش تخریبش رو داره و بعد بیچارتون میکنه موقعی هم میفهمه که کار از کار گذشته اینا برنامه نویس های پرورش اینا تخریب میکنن میرید پیش اینا که درست بکنن همون دم در میبینه بدنسازی میگه بر بیرون حالا این دوتا رو داشته باشید باز اینا فکرشون منحرف شد یه دون این دوتا رو اینجا داشته باشید اینجوری بعد یه دونم این بالا هست اینجا اینجا این, این تیکه جا میشه پس سه تا دایره شد بالایی هنوز اسمی براشون انتخاب نکردم مثل محمد کول و جعفر بازو و دکتر جکول این دایره بالایی یه قشری هستن که قبلنام بودن ولی تازگی ها و وقتی اینستا اومده اینا خیلی فعالتر شدن این قش قشریه که میشینه داخل اینترنت به هوای اینکه ویکیپدیا منبع خیلی معتبر جهانی هست بعد داخل ویکیپدیای فارسی رو میگرده میبینه مثلا در مورد LH چه توضیحی داره در مورد FSH اینا چه توضیحی دادن این توضیحات رو از این تو حفظ میکنه میاد جلو دوربین میخونه اینا نسل قدیمشون نسلی بودن که میرفتن دفتر نشریات تخصصی پرورشندام چون صادق سلامی داخل نشریات مقاله نوشته بود معروف شده بود و دیخته بودن سرش از اینجا دعوتنامه نامه میمید. از اونجا دعوت نامه میمید. اینا فکر کردن چون مقاله نوشته اینجوری شده اینا فقط علایم رو ببینن اون اصل نمیبینن که دیگه نمیگن که آقا این چیزی بوده یه پخی بوده که از این پخه دوتا مقاله هم در اومده بعد این به خاطر اون پخ بودنه مقاله هاش هم معروف شده این اومده در رأس امور الان کسی کاری داشته باشه صاف میاد سراغ این اینا فکر کردن چون مقاله نوشته میمدن میرفتن ترجمه میکردن مقالاتو بعضیشون هم ترجمه بلد نبودن ایرادی نداشت چون میرفتن به نشریات پول میدادن و گفتن آقا الان نشه هست نه همشهری 6 سال قبل اصلا گزارش تهیه کرد از میدون انقلاب که جریان کتابسازی تو ایران داره شکل میگیره 6 سال قبل این گزارش رو تهیه کرد شما میری پول میدی میگه آقا من میخوام کتاب داشته باشم حالا به هر دلیلی و کتاب به اسم تو مینویسن فقط شما پول بده همه کار برات میکنن اون موقع می اومدن دفتر نشریات من میدیدم دیگه من تو نشریات کار میکردم من عضو هیئت تحریریه بودم بعد مینوشتن مقاله رو میدادم نشریه،, نشریه به من میگه آقا اینا رو یه نگاهی بکن گفتم قابل چاپ نیست نه حیثیت بره میشه این اینا بیش رو تصحیح میکردم بعد گفتم آقا حالا باز قابل تحمل تره بعضیشون هم که در این حدم بلد نبودن پول میدادن بعد نشریه یه مترجم میگرفت اینا رو چاپ میکردن باز خودشون این قشط الان داخل اینترنت هم اومدن همینجوری دارم فقط اینترنت رو سرچ میکنن ویکیپدیا رو میخونن یا با گوگل ترانسلیت از سایت های خارجی یه سری چیزایی رو میگیرن و همون رو تو ذهن خودشون پرورش میدن مثل دانش روز پرورش میدن از ارز به خورد مردم میدن اینو بعد اینکه این کاری کردن میشین اونجا دکون وا میکنن مردم هم کرور کرور میزن که آقا بریم از استاد برنامه بگیریم این اساتید هنوز اسمی براشون انتخاب نکردم این وریه که گفتم محمد کلو جعفر بازو و این وریه که گفتم دکتر جکوله این بالاشم اینا قرار دارد